با سلام مجدد، من ادامه بحث رو به این صورت، یعنی یه جنبندی از بحث قسمت اول بحث میکنم و سعی میکنم به سری نکاتش برخورد بکنم. این شرایط جدیدی که عمدتا شکل گرفته، به نظر من یکی بحرانیه که در به طور کلی در چپ جهانی و مارکسیسم شکل گرفته، یعنی برداشت از مارکسیسم به عنوان یک تئوری انقلابی. این برداشت طبیعتاً با تحولاتی که در بلوک شرق شد در واقع باید بازبینی جدید بشه. احزاب سیاسی به شکل گذشته خودشون دقیقا نمیتونن عمل بکنن، به این خاطر اصولا ابزاری برای این مبارزه طبقاتی به شکل گذشته خودشون نیستن و عمدتا به صورت سازمان های سیاسی منفعل عمل میکنن، یعنی اون توده طبقاتی رو که باید حمایت بکنه ازشون از دست دادن. خب این خودش زمینه ها یا اون وکیومی رو ایجاد میکنه که ایدئولوژی سرمایه‌داری در شکل خرد بورژوازی خودش مشخص خودش بتونه عمل بکنه. اصولا این عمل کرد در سوسیال دموکراسی بی اعتبار شدن مبارزات سندیکایی هست، یعنی سوسیال دموکراسی که از سندیکاها به عنوان یک پایگاه خودش استفاده می کرد، وقتی که به یک عامل پیشبرد عملکرد سرمایه تبدیل شد، اینا حتی قادر نبودن این مکانیسم سندیکاها بتونن به اون حتی خواسته ها در چارچوب بورژوازی حتی جواب بدن. این خودش بی اعتبار شدن این جریان و در این حوزه یا در این وکیوم هست که ایده های بورژوازی و خرد بورژوازی رشد میکنه به نوعی برای برون رفتن از این شرایط، یعنی تضادهایی رو که پولاریزیشنی که در این شرایط صورت گرفته، اینا هم برای خودشون یک سری نظرگاه‌های مشخص خودشون رو مطرح میکنن، حالا تحت نام چپ، تحت نام مارکسیسم یا تحت نام لیبرالیسم، به هر حال مسائل رو مشخصاً مطرح میکنن و این در واقع ظهور اون چیزیه که حتی پتراس بهش میگه که رادیکالیسم خرد بورژوازی، یا اون بهش میگه طبقه متوسط، که من قبول ندارم طبقه متوسط، یعنی درکم از طبقه متوسط متفاوته. و این شرایط هست، یعنی این شرایط که عمدتا امروزه در این مسئله برخورد به بحران ها، ما اون چیزی رو که حداقل من بهش معتقد هستم و اون مضمون آگاهی طبقاتی باید در واقع محور این جریان باشه، اون وجود نداره و به طوری که بیشتر جریانات سیاسی تحت نام تعمیم دموکراسی به مسئله برخورد میکنن، یعنی مسئله رو کاملا به سیاسی برخورد میکنن و این تعمیم دموکراسی رو به عنوان عواملی که این عوامل شاید در آینده بتونه کمک بکنه به یک مبارزه طبقاتی بهش عمل میکنن. اینجا لازمه که این مسئله رو بگم، یعنی اینا بحثای جدیدی نیست. ما اوائل قرن 19 مثلا اوائل قرن 20 در سوسیال دموکراسی یک برنامه بود به اسم ارفورد. ارفورد به این معنی بود که در واقع مبارزات اقتصادی طبقه کارگر انجام میشه برای در واقع دستمزدها، برای شرایط زندگیشون، ولی به آینده سوسیالیسم هم معتقد بودن، ولی اینو یک رابطه مستقیم بین این مبارزه، مبارزه روزمره، مبارزه سندیکایی، مبارزه‌ای که طبقه کارگر میکنه، این در واقع یک افق آینده‌ای داشت که
که این افق آینده از نظر دیالکتیکی این حرکت به عنوان یک تاکتیک برای این افق آینده نبود و این رو به عنوان دو مرحله جدا بررسی میکرد. یعنی میگفت ما در یک پروسه این آگاهی این شرایط رو ایجاد میکنیم و با ایجاد این شرایط طبیعتا شرایط برای سوسیالیسم هم فراهم میشه. خب این دیدگاه طبیعتا به شکلی به داروینیسم اجتماعی هم معتقد بود، یعنی معتقد بود که باید به شکلی این حیات خودش اسمش رو مبارزه طبقاتی میذاشت باید به این صورت انجام بشه و تا اون شرایط فراهم بشه. و به نظر من برخوردی که به این ارفورد شد در واقع بخش چپ سوسیال دموکراسی بود که این برخورد کرد به رهبری لنین و روزا لوکسانبورگ، مسئله ادغام سوسیالیسم رو با برنامه های کنونی مطرح کرد و مسئله انقلاب رو در دستور کار قرار داد. قبلا اصولا کسب قدرت سیاسی باید نه از طریق انقلاب بلکه از طریق طرق دیگه باید انجام میشد، ولی انقلاب به مفهوم اینکه قدرت سیاسی باید کسب بشه و این عوامل عینیش هم برای این مسئله وجود داره و خب طبیعتا مثلا اینو لنین در روسیه در واقع تئوریزه کرد. لوکسانبورگ به شکل دیگه ای بهش برخورد میکرد ولی این مضمون رو قبول داشت. این مضمون امروز بخشی از چپ در واقع برگشتن به همون دیدگاه، یعنی برگشتن به همون دیدگاهی که امروز شرایط انقلابی وجود نداره، امروز این شرایط به قول معروف در کسب قدرت سیاسی نمیتونه خلاصه بشه و طبیعتا باید برای ادامه حیات طبقه کارگر باید در چارچوب جامعه بورژوازی باید حرکت کرد که به نظر من با عواملی که یعنی این رو اگر به عنوان یک عینیت روزمره ببینیم این شرایطیه که شکل گرفته این شرایط، ولی آیا این شرایط با وجود بحران هایی که شکل گرفته یعنی عواملی رو که جهان سرمایه‌داری در رابطه با تعمیمش میتونه بده آیا امکان پذیر هست یا نه؟ یعنی وقتی که سوسیال دموکراسی این حرف رو میزد قابلیت این رو هم داشت که دولت های سیاسی رو تسخیر بکنه و یک سری برنامه های رفاهی در این رابطه رو پیاده بکنه. امروزه حتی اون عینیت ازش گرفته شده، یعنی اون عینیتی که اینا این شرایط رو داشته باشن که بتونن قدرت سیاسی رو بگیرن و این قدرت سیاسی به عنوان یک قدرت مستقل حرکت بکنه، این تناقض داره با عملکرد سرمایه. یعنی سرمایه امروزه آنچنان هار شده که حتی این اجازه رو به این بخشا نمیده، یعنی به دنبال این تیله رفتن به نظر من به جایی نمیرسه. ولی اینکه این بحران، یعنی وقتی ما صحبت از رشد آگاهی میکنیم خود در واقع رئیس جمهور یا نخست وزیر یونان الکسیس تسیپراس اعلام کرد که یعنی این حرف خودشه که برای یک تحول اجتماعی برای یک تغییر برای یک مبارزه با این خفتی که دارن به ما میدن ما نیاز به شهامت داریم و این شهامت و توهری که از ما باید بروز بکنه باید این شرایط رو تغییر بده. میبینیم که این تحول این شرایط رو در واقع امکان داره شرایط رو بدتر بکنه، امکان داره شرایط رو در مقطع بدتر بکنه، ولی آیا به عاملی برای تغییر در کلیت خودش تبدیل میشه یا نه؟ به نظر من اون دیدگاه های محافظه کارانه که عمدتا مسئله رو در این چارچوب امروز میبینن و تأثیرات عمیق این رو در آینده نمیبینن، یعنی وجود پتانسیل در درون این جوامه که میتونه یک تغییر ناگهانی به وجود بیاره، یعنی اون چیزی که به نظر من به رادیکالیسم انقلابی منتج میتونه باشه که حتی هیچ
تضمینی برای این حرکت نیست، ولی برای تغییر باید خطر کرد. یعنی این خطر طبیعتا باید حساب شده باشه. خب این خطر رو باید عواملی رو به عنوان پیش شرط هایی آماده کرد. به نظر من اینا اون چیزیه که چپ شکل نداده. یعنی سریزا عواملی رو به وجود نیورده که از این عوامل استفاده بکنه. من فقط دو تا مثال میزنم. در تمام مدتی که سریزا روی کار بود، هیچ موقع از به قول معروف حربه اعتصاب در مقابل خواسته های اتحادیه اروپا استفاده نکرد. یعنی یا هیچ اعتراض عمومی رو سازماندهی نکرد خود سریزا. یعنی عواملی که بتونه جریانات اجتماعی رو در خیابان در به عنوان یک عینیت اجتماعی در مقابل اتحادیه اروپا بذاره. اینکه چقدر میتونست تاثیر داشته باشه، به نظر من شاید یک تاثیر بلافاصله نداشت، ولی عواملی بود که عوامل روشن کننده ای بود که میتونست هم این سیاست ها رو بیشتر روشن بکنه و هم امر مبارزه طبقاتی رو در درون این جوامع. یعنی وقتی که ما از اتحادیه اروپا صحبت میکنیم، اتحادیه اروپا یا بانک جهانی یا IMF، اینا نمایندگان خودشون رو هم در داخل این جامعه دارن. یعنی عواملی رو که در واقع باعث می شد که این مبارزه رو در خود یونان در رابطه با عواملی که اینا دارن و عواملی که به طور کلی از نظر اقتصادی براشون عمل میکنه، بخش های دست راستی که در جریانات بود، نتونستن اینا رو یعنی به نوعی بسیج بکنن. یعنی جریان یونان به طور مشخص، یونان از اقتصادهای در واقع در مقایسه با بقیه اروپا، کشور یونان درسته که مناسبات سرمایه‌داری درش وجود داره، ولی از نظر رشد صنعت در پایه بخش های دیگه اروپا نیست، بیشتر شبیه پرتغال و عمدتا سرمایه گذاری هایی که توی یونان شده در دو بخش مشخصه، یکی در بخش توریسم و یکی در بخش صنایع غذاییه. با ورود، یعنی اینا رو به این علت میگم که اون شرایط مشخصی که یونان داشت که اینا میتونستن حتی ازش استفاده بکنن، استفاده نشد ازش. این بود که با پیوستن به اروپای متحد و باز شدن بازار یونان از نظر سرمایه گذاری و بازار فروش در اروپا به طور مشخص، در واقع در مقابل صنایع توریست عمدتا به خاطر فرار از مالیات ها و اینا راهچاهایی رو پیدا میکردن که عمدتا برن جای دیگه ثبت، یعنی چیز بکنن، اون دفتر دستکشون رو ببرن و به طور مشخص از زیر بار مالیاتی خودشون رو بیرون بیارن. جزایر مختلف، جزایر تفریحاتی وجود داشت که این جزایر تفریحاتی با سرمایه گذاری هایی که از اغلب بخش های اروپا از طرف عمدتا کورپوریشن های بزرگ شده بود، شرایطی رو هم برای اینا فراهم کردن که اینا مالیات کمتری رو بپردازن. خب این شرایط از یک طرف. صنایع غذایی وقتی که در بازار واحد قرار می گیرن، از اون جایی که عمدتا در یک شکل رقابتی از یک تولید پایینتری برخوردار هستن، هزینه تولید برشون بیشتره. یعنی در مقابله با صنایع غذایی مثلا اسپانیا یا صنایع غذایی ایتالیا، عمدتا اینا از نرخ سود کمتری برخوردار بودن، ولی نرخ سود در یونان
به طور کلی اگر کلیه صنایعش رو در نظر بگیری از نرخ سود بالایی برخورداره و علتش هم دقیقا پایین بودن دستمزدها در یونانه. یعنی این شرایط که برای یونان به وجود اومد موج اعتراضی رو که به وجود آورد و این بحران اقتصادی رو که براشون در واقع به وجود آورد، این با اتکا به بخش عمده طبقه کارگر بود که میتونست این مسئله رو سازماندهی بکنه. و به همین دلیل میگم که در بخش های مختلف تولیدی این بخش ها بودن که بیشترین صدمه رو میدیدن. سریزا اصولا سعی نکرد که از این بخش ها استفاده بکنه و از اینا به عنوان عواملی برای پیشبرد امر مبارزه. یعنی وقتی که ما صحبت از مبارزه میکنیم، این مبارزه اگر بتونه حتی در شکل رفرمیستی خودش عمل بکنه، توشه‌ای که این جریانات دارن در واقع جریانات توده‌ای هستن که عملا از این مسئله دفاع میکنن. یعنی وقتی که اینا کنار گذاشته بشه، خب طبیعتا سنبه هم پرزورتر میشه و وقتی هم که این گرایش ها در درونشون دیده بشه، یعنی وقتی که مکانیسم هایی رو که ازش استفاده میکنن، یعنی اتحادیه اروپا و ساختارهایی که به نوعی ادامه این حرکت در پیش، یعنی مد نظرشون بود، از نظر سیاسی هم از این تاکتیک استفاده کردن. میدونستن که در درون سریزا جریانات مختلفی با گرایشات مختلفی وجود داره و اگر فشار اقتصادی رو زیادتر بکنن، این گرایشات طبیعتا گسست میکنن از این مسئله. یعنی شما در تمام پروسه‌ای که اینا در حال مذاکره بودن، نقدینگی بانک‌ها رو کم کردن. اصولا سریزا در رابطه با مسئله ملی کردن بانک‌ها از این حربه استفاده نکرد، حربه‌ای که در آرژانتین ازش استفاده شد. یعنی به این معنی که با ملی کردن بانک‌ها و در واقع خروج از یورو به مسئله قرض‌ها رو در واقع رو نمی پرداختن. و میگم این یه سناریو میتونه باشه، ولی این عوامل به عنوان یک آلترناتیو میتونه ازش استفاده بشه که هیچ کدوم از اینا حتی به عنوان یک تاکتیک هم استفاده نشدی. اینا رو به این علت میگم که اصولا یک جریانی که در یک پروسه شکل میگیره، در واقع شکلش و محتواش تعیین کننده حرکتش هم هست. و سریزا از اون جایی که گفتم از نظر طبقاتی، از نظر دیدگاهی فاقد این دیدگاه، این افق انقلابی بود، خب طبیعتاً با تاکتیک هایی که یعنی با سرمایه‌داری، با خود تاکتیک ابزار سرمایه‌داری مبارزه کردن، خب اونا قدرت های بیشتری دارن، قدرت های مانور بیشتری دارن، طبیعتاً منطق اخلاقی بورژوازی هم حکم میکنه که این منطق پذیرفته بشه. کاری که سریزا کرد، یعنی این منطق رو پذیرفت و به نظر من به شکل مفتزهانهی در واقع شکل گذشته رو دوباره بازتولید کرد و این شرایط به نظر من نه تنها بهتر نشده، بلکه خود این عاملی شد. شاید میگم نقطه نظرات مختلف یه امر مطلق نیست، شاید بخشی از چپ بتونن با این پروسه خودشون رو سازماندهی بکنن، عینیتی که به وجود میاره. به نظر من مسئله خیلی مهمی که وجود داره اینه که ادامه این برنامه شرایط زندگی، شرایط زیست و حیات رو در یونان بهتر نخواهد کرد و خود این عامل باعث این میشه که طبیعتاً امواج جدیدی از اعتراض، امواج جدیدی از دیدگاه‌های نوین شکل بگیره. این اون نقطه مثبتی است که به نظر من وجود داره و طبیعتاً میتونه به یک امر تعیین کننده تبدیل بشه. فقر به تنهایی شرایط انقلابی به وجود نمیاره. اون چیزی که شرایط انقلابی رو به وجود میاره آگاهی هست که تحت این شرایط ایجاد میشه. با سلام به همه دوستان، امیدوارم که الان صدای من باشه.
سلام عرض کردم خدمتتون و خسته نباشید به ادمینای گرامی و خویان عزیز. خب من سعیم بر این هست که یه بحثی رو انجام بدم که شاید دوستان دیگه هم درگیر بشن توی این بحث، بیان یه شستشوی مفصلی از بنده انجام بدن و خدمت شما رو عرض کنم، ببینیم که چی میشه. من با اساس بحث پویان کاملا موافقم، یعنی اینکه آقا جان این جریان مشخصی که به نام سریزا هست یا پدموس و امثال هم جریانات به اون یعنی حتی خودشون اعلام نکردن که ما یه جریان انقلابی هست، اوکی؟ خیلی راحت دارن توی چارچوب شرایط موجود هرچی که هست دارن حرکت میکنن. یه چیزی که بحث صحبت آخر پویان بود خیلی صحیح هست از نظر من، خراب شدن اوضاع کمک به تغییر نمیکنه. یعنی هرچی اوضاع بد، یه چیزی بود تو ذهن ما بوده دوران جوانیمون که آجان اجازه بدید شرایط هرچی بدتر بشه به نفع انقلابه، که عملا دیدیم که هم چیزی نیست، به دلیلی که وقتی که مردم بعدشون واقعا به گرفتاری نون شب بیفتن دیگه همدیگه رو میخورن خیلی راحت بگیم دیگه، چون عمل کرده اجتماعی این قضیه رو در حال حاضر ما توی کشوری که ازش اومدیم با اون شنیده هایی که داریم میبینیم خیلی راحت وضعیت خراب اجتماعی برادر سر برادر رو میبره. این وضعیت، پس این کاملا صحیحه که با وضعیت خراب ما اگر منتظریم باشیم که چیزی پیش بیاد کلامون پس معرکه است. خب آقای ورافاکیس که وزیر دارایی خدمت شما عرض کنم یونان بود و بعد از رفراندوم به اصطلاح جابشو کارشو رها کرد و یکی دیگه اومد بالا، ایشون وقتی که به رأی گذاشتن این چیزی که اروپا بهشون تحمیل کرده بود و ایشون هم بهش رأی نداد، ولی بحثی که بعد از اون توی یکی از مصاحباتش داره بعد از قضیه پذیرش به اصطلاح فشار اروپا بر یونان اینو مطرح کرد که آقا جان بله یک عده از ماها به هر رو مخالف این قضیه هستیم، ولی این برمیگرده که آیا توده های این جامعه آمادگی این رو دارند که وایسن پشت این قضیه یا نه. میگه که آقا جان من نمیبینم توی این درگیری که من روزمره دارم با توده های مردم، من اینو نمیبینم که ملت آماده باشن که برن زیر فشار اقتصادی که بعد از این قضیه وارد خواهد شد. بحث بر سر این هست که همونطور که خدمت شما عرض کنم پویان هم روش بحث کرد، گفت آقا جان پس وضعیت به اصطلاح آرژانتین چطوره؟ چرا اون برنامه آرژانتین رو شما اجرا نکردید؟ دلیل خیلی ساده‌ای که ایشون آورد این هست که آقا جان ما پولی نداشتیم که بهش برگردیم، آرژانتین یه پولی داشت که برابریش رو برابری ارزیش رو گذاشته بود دلار. این پول وجود داشت به شکل مشخص خودش، تنها کاری که میتونستن اینا کردن این بود که بگن اوکی ما این برابریش رو از دلار برمیداریم و به اصطلاح شناورش کردن. میگه اگر بخواد یونان یه همچین پولی رو چاپ بکنه با
برای چاپ کردن این پول حداقل یک خدمت شما عرض کنم یک سال وقت احتیاج داره، که این وقت برای این هست که اولا پشتوانه ای برای این پول تهیه بشه، دوم این که این پول اولا که درست بشه و بعد چاپ بشه بعد بیاد، و بعد توی این دوران میگه تو این دوران یک ساله ما عملا این پولی که به اصطلاح چاپ میکردیم ارزشش میشد در مقابل یورو 1 به میلیون، به خاطر اینکه توی همین دوران یک ساله تمام سرمایه هایی که موجود بود درون جامعه خارج میشد. پویان بحث میکنه که راجع به همون مسئله ملی کردن یا به اصطلاح دولتی کردن بانک ها، و خدمت شما عرض کنم این همون مسئله است، یعنی شما یک دوران مشخصی احتیاج دارید برای اینکه این کار رو انجام بدید، بدون اون امکان پذیر نیست. توی این دوران این نرخ برابری به 10 میلیون به 1 میرسه و این توانی درش نبود، در جامعه یونان وجود نداره که همچین کاری بکنه. البته این خدمت شما عرض کنم لینکی رو که پرواز عزیز زدن این قدیمیه، چیز جدیدتر است، یعنی تو همین ماه جولای بعد از چیز بعد از قضیه که پارلمان یونان تایید کرد فشار اروپا رو، این بعد از این قضیه است، این صحبتی که من الان دارم میکنم بعد از این قضیه، البته توی صحبت قبلیش هم هست این مسئله. یه چیزی که میشه بر سریزا قشنگ گرفت این هستش که چرا توی این دورانی که اصطلاح شما سر کارید شروع نکردید از همون اول، از همون اول شروع کنید به این کارو کردن، یک شروع کنید به این به اصطلاح شکل پول رو تعیین کردن و آماده کردن برای چاپش و یا هر چیز دیگه. این خورده رو میشه برایشون گرفت، ولی اساساً یک جریان انقلابی نیست، ازش توقع انقلاب داشت از نظر من خطاست. ما نمیتونیم خدمت شما عرض کنم از چجوری بگم، از یه آدم نابینا بخوایم که مثلا نمیدونم نقاشی راجب نقاشی نمیدونم فلان صحبت کنه، چون توانشو طرف نداره که من میرم فرضاً سیستین چپل رو ببینه و بگی آقا جان ها که این چقدر مثلا کار آقای لئوناردو داوینچی چقدر قشنگه. این دقیقاً برمیگرده به همین مسئله که این جریانات که وجود دارن در چهارچوب جامعه سرمایه‌داری بدون اینکه اعلام کنند که ما یک جریان انقلابی هستیم که نیستند و ما هممون میدونیم که نیستند، توقع زیاد از اینها داشتن ما به کجراه میریم. تنها چیزی که ما میتونیم و روی بحث پویان هم دقیقا تو همین قضیه وارد هست این هستش که از این شرایط نیروهای انقلابی استفاده بکنن برای تشکلات خودشون، برای اینکه جامعه رو آماده کنن برای یک حرکتی. حالا این حرکت چقدر به پیروزی خواهد رسید یا نرسید اصلا بحث نیست در مقطع فعلی، ولی بحث برای سر این هست که جامعه از این به اصطلاح محیط باز سیاسی به قول خودمون از استفاده بکنه برای به اصطلاح پیش بردن. دومین مسئله که من بخوام روش انگوش بذارم مسئله به اصطلاح اون جریان فاشیستی تو یونان هست.
به نام گولدن دان. فارسی چه چجوری میشه ترجمهش کرد؟ این هستش که صبح طلایی. و این قضیه خیلی مسئله است اونجا، یه سابقه تاریخی مشخص داره از قبل از جنگ جهانی دوم توی اون جامعه، و شکست سختی هم از در همون دوران جنگ جهانی دوم از کمونیستا خوردند. الان اومدن با این که میخوان انتقام بگیرند، با این وضعیت دارن حرکت میکنند، و در این حال از نیروهای فاشیستی سراسر اروپا هم دارن تغذیه میشن. و سرمایه‌ای که سرمایه‌داری بزرگ، اینم باید در نظر گرفت. ما نمیتونیم بالای گود بشینیم بگیم لنگش کن. این چیزی هست که من میفهمم. میتونیم قشنگ بشینیم بررسی بکنیم قضیه رو، میتونیم تمام کمی‌ها و زیادی‌هاشو ببینیم و بگیریم، ولی حق نداریم بگیم آقا جان باید این کارو بکنید، چون که ما توی اون گود نیستیم. ما نمیدونیم شرایط مشخص توده های یونانی رو که چه شرایط مشخصی دارند، مگر که در اون جامعه زندگی کنیم برای 10-12 سال، ببینیم وضعیت چطوری، خودمون توی اون جامعه حرکت بکنیم، اون وقت ممکنه بتونیم یه سری پوینت های رو بگیم اوکی این نکته رو میشه اینجوری بیان کرد، این قضیه رو میشه اینجوری انجامش داد. من هنوز به اصطلاح فکر میکنم احتیاج هست برای ما که وقت بدیم به این جامعه که حرکت خودشو بکنه. این بحث است. یه چیز دیگه ای که پویان به اصطلاح از سخن انداخت، مسئله کشتی سازی و کشتیرانی در یونان هست. یکی از عظیمترین صنایعی که در یونان وجود داره مسئله کشتی سازی است و کشتیرانی هست. و خدمت شما عرض کنم اینها عملا کسانی هستند که به اصطلاح نیروهای فاشیستی رو عملا از طریق اینها هست که تغذیه میشن، و در حکومت‌های کودتایی هم این بخش از اقتصاد یونان دست به اصطلاح درازی داشته، و این رو هم نباید فراموش کرد. و تمام نقدینگی اینها در بانک های و غیره اروپایی هست، نه در بانک های یونان. برای همین حتی اگر بانک ها رو دولتی هم می کردن، عملاً چیزی از اون سرمایه دستشون رو نمی گرفت. و این چیزی هست که موجود هست. امیدوارم که من اشتباه می کنم. امیدم هست که این تمام بحثای من اشتباه هست، و امید که وضعیت اونطوری که دوستان میگن باید حرکت بکنه و پیش بره. و ولی این چیزی است که من تا اونجا که از صحبتایی که از افراد مختلف درون اون جامعه، گفتگوهایی که هست خدمت شما عرض کنم بعد از این رفراندوم و بعد از قضیه پارلمان و فشارهای اروپا بر یونان، این بحثایی هستش که انجام داره میگیره از طرف نیروهایی که خودشون حداقل چپ میدونن و مخالف این فشارها هستن به هر رو، و امیدشون هم هستش که بتونن از شرایط استفاده بهینه بکنن برای تغییرات بعدی. در این حال فراموش نکنید انقلاب در یک کشور
ما در قرن بیستم به صورت برایند این قضیه رو دیدیم ازش توش چی در اومد. و اگر قرار هست در جهان انقلابی بشه، باید بخش بزرگی از به اصطلاح این بخش بزرگی از یک منطقه مشخص کره زمین رو در بر بگیره. اگر باشه همه اروپا چیز خیلی خوبی هست، ولی اگه بخواد مخصوصا کشوری مثل یونان که عملا حدود 2% بیشتر از کل تولید ناخالص جامعه اروپا در دستش نبوده، 2.5%. اسپانیا ازش فرق میکنه، یه طوری دیگه است. ایتالیا ازش فرق میکنه، اون شرطش ازش مشخصا اسپانیا اقتصاد چهارمو در اروپا داره، ایتالیا اقتصاد پنجمو در اروپا داره و اقتصاد سومو در اروپا داره. و بحث انقلاب به شکل مشخص و در مقابل سرمایه وایستادن یک امری هست که باید یک منطقه وسیع رو در بر بگیره که بتونه اتوریته خودشو حداقل به شکل مشخص در یک منطقه بزرگی از کره زمین اعمال بکنه که بتونه در مقابل سرمایه یک به اصطلاح جذبه ای داشته باشه برای طبقه کارگر جامعه سرمایه داری. به هر رو من خیلی صحبت کردم، آرزوی سلامتی و سرفرازی برای همتون دارم و میکروفون بسیار خوب، خیلی ممنونم سئو جان برای شرکت در بحث. دوستان خسته نباشین، همگی خوش آمدید. اگر پویان خواستن که صحبت کنن، از اونجایی که تعداد کمه، اگر مایل بودین بعد از مهرسا میتونین این کار رو انجام بدین. مهرسا جان ضمن درود و خسته نباشید به شما برای هفته گذشته و امید این که هفته آینده با ما خواهید بود، میکروفون رو در اختیارتون میذارم. با درود به همه دوستان حاضر در اتاق، ممنون پرواز جان، تو لطف داری مثل همیشه. من امیدوارم که بتونیم هفته آینده بحث رو ادامه بدیم و دوستان راضی باشن از بحثی که داشتیم و خواهیم داشت. من یه نکته خیلی کوچیکی رو تو رابطه با صحبت دوستمون سیاوش بگم که آرزو کردش که صحبتهایی که میکنه غلط باشه. من فقط در یه مورد میتونم بهتون بگم دوست عزیز که من حداقل با یک مورد از صحبت‌های شما موافقم. حالا ادامه میدم صحبتم رو، میگم چرا حالا غلطی یا درسته. من شخصا غلط نمیبینمش. ولی برگردیم به بحثی که رفیق پویان داشتش. رفیق پویان زمینه‌های اقتصادی رو خیلی خوب باز کردش، ممنون. من خودم چیز در واقع جز اون که در تو روزمره آدم از اخبار میشنوه، انرژی نیروی خاصی برای این مورد نذاشتم، ولی تجربه بلافاصله من از اون چیزی که از برخورد این حزب تو رابطه با مشکلاتی که وجود داره میبینم، به نظر من یک عدم انسجام خیلی زیاد و خیلی بالای نظری هستش. ببینید رفیق بیان، شما این مسائلی رو مطرح میکنید به عنوان آلترناتیف هایی که این حزب میتونسته داشته باشه. من تمام مدتی که شما صحبت میکردیم به این فکر میکردم که خب خودتون این حزب رو توی چه موقعیت طبقاتی قرار میدین. در آخر صحبتتون خودتون اشاره کردیم که چون این حزب در اون موقعیت در واقع نمایندگی طبقه کارگر نیست، بلکه یک چارچوب خود نظری خود بورژوایی داره، نمیتونه یک چنین نتونسته چنین آلترناتیف هایی رو به عنوان ابزار به کار ببره برای پیشبرد سیاستاش. این کاملا درسته. ببینید این آلترناتیف هایی که ما ازش صحبت میکنیم فقط زمانی میتونه به عنوان ابزار باشه که تو چارچوب فکری به عنوان ابزار شناخته شده باشه. این روندی که این حزب
طی 5 ماه گذشته داشته و این زیگزاک هایی که زده نمیتونه یک شب اتفاق افتاده باشه. این استحاله نظری از اعلام برنامهشون، حالا هر چی بوده در جریان انتخاباتشون، تا اون چیزی که امروز ما طی 10-15 روز گذشته تجربه میکنیم، یک چیزی نیستش که حاصل یک روند 5 ماهه باشه. یک چیزی هستش که ریشه بنیادی در شیوه تفکر این حزب داره، و بنابراین اگر انتظار دیگه از این حزب داشتن که جدا از این چهارچوبه بورژوایی بخواد عمل بکنه، از نظر من اشتباه غلطیه. تنها انتظاری که میشد اتفاقا از چنین جریاناتی داشت اینه که به عقلانیت بورژوایی برسن و خودشون رو تابع معادلات مناسبات سرمایه‌داری بکنن، یعنی به این عقلانیت برسن که چاره دیگه ندارن اگر که بخوان با این توی مناسبات حکومت بکنن، باید در واقع قواعد بازی بورژوایی رو خوب اوکی. حالا من یه دور دیگه نگاه میکنم. باشه، الان صدا چطوره؟ اوکی، خیلی خوب. یعنی استحاله ای رو که این چنین جریانات سیاسی باید داشته باشن تا بتونن تا چارچوب این مناسبات بورژوایی عمل بکنن، این حزب داشته و جز این نمیتونسته ازش انتظاری بره. به همین دلیل هستش که من فکر میکنم که اساسا غیر قابل پیش بینی نبود این روند تکاملی که این جریان طی کردش. باید انتظار میداشتیم ما، و به عنوان اینکه یک جریانی باشه که یک چیز دیگه از دلش میخواد میتونسته در بیاد بهش برخورد کردن، واقع بینانه نیستش. در کنار این که تمام صحبت که کردین جای خود با ارزش قابل قبول هستش، متاسفانه من یه ویژگی رو باز تو صحبت های شما دیدم که من شخصا یه ذره خطرناکش میبینم. رفیقمون سیاوش بهش به درستی اشاره کرد، من دقیقا الان یادم نمیاد، این رو اضافه کنم به صحبتی که دارم میکنم، شما کلمه امکان رو به کار بردین یا نه. این که هر در واقع شکست مبارزات انقلابی یک روند، حالا کلمش واقعا یه مقدار آدم باید دقیق باشه، یک روند اجتناب ناپذیری داره که بتونه دیدگاه های نوینی به وجود بیاد که به پیشرفت مبارزات طبقاتی کمک کنه، رو من شخصا اینجور نمیبینم. نه تنها اینجور نمیبینم، میذارم خطرناک میدونم این شیوه تفکر رو. یک حداقل به نظر من یکی از دلایلی که این حزب توی یونان انتخاب شد، حداقل یکی از دلایلش، جدا از دلایل اقتصادی یا سیاسی که بحثی درش نیستش، به نظر من اصلا یک دپرسیون اجتماعی هستش که چنین احزابی رو به قدرت میرسونه توی یک جامعه، توی جامعه‌ای که از نظر فکری، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی به بن‌بست رسیده، یک آلترناتیوهای مطرح میشه که یک روزنه امیدی رو باز میکنه. و اتفاقا درست به این دلیل هستش که وقتی که این آلترناتیو هم به شکست کشیده میشه، موج این ناامیدی و سردرگمی اجتماعی خیلی گسترده تر میشه، و اتفاقا تو این مواقع باید خیلی مواظب بودش که به یک برخورد خوشبینانه از این شکست ها کشیده نشیم. یعنی باید به این فکر کنیم که اتفاقا یک موج شکست های نظری، یک موج دپرسیون شدید اجتماعی به دنبال چنین شکست هایی وجود داره. این به نظر من موضوعی هستش که حداقل ما چپ ایران انقدر تجربهش رو داشتیم، اصلا به هیچ جای دوری نمیخوایم بریم. کمدی های انتخابات بعد از تو دهه 70 شمسی رو در نظر بگیریم، از رفسنجانی گرفته تا خاتمی تا ادامش تو دهه 80 که جریانات رو دیدیم، من اصلا جزئیاتش اینجا مورد بحث ما نیست و لزوم نیستش بهش اشاره بشه. منظور من فقط این هستش که یک اتوماتیسمی، یک
من نمیگم اون لزوما شما این نظر رو دارین، میتونین طبیعتا صحبت میکنین نظرتون رو روشنتر میگین. این خوشبینی رو ما نباید داشته باشیم که از چنین شکست هایی وقتی چنین ابعاد وحشتناکی داره لزوما به این منجر خواهد شدش که دیدگاه های نوین مبارزاتی به دنبالش فعال بشن و به دنبال آلترناتیو برای این برخورد با این شکست ها باشن. من ممنون از فرصتی که به من دادین، میکرو رها میکنم. من مایزتون مایکو گرفتم، صدا هست؟ ببینیم، شاید من درست منظور خودم مشخص نکردم. من تمام زمینه بحثم این بود که نشون بدم که برخلاف، ببینید الان دو دیدگاه در درون چپ وجود داره. یک دیدگاه این رو یک جریان انقلابی قلمداد میکنه، این رو به طور کلی نمایندگان سیاسی به قول معروف دموکراسی مشارکتی میدونه، یک جریانی هم در واقع این رو از اون طرف یعنی یک خصلت های انقلابی بهش میده و از اون جایی که به این به این در واقع قول هایی که داده عمل نکرده خیانت به چپ میدونه. به نظر من یعنی من سعی کردم که در مقابل این دو جریان مسئله رو مطرح بکنم. یعنی اولا مسئله این که شرایطی رو که در یونان شکل گرفته به عنوان یک بحران همه جانبه بررسی کنیم، یا بخوایم این رو به عنوان یک جریان مشخصا اقتصادی یعنی بحران اقتصادی بررسی بکنیم یا یک بحران سیاسی خاص بررسی بکنیم، خب طبیعتا ابزارش متفاوته. یعنی مسائلی رو که در رابطه با مسئله و پول و شرایطی که تحول امکان تحول وجود نداره، به نظر من عمدتا برمیگرده به این که خب مسئله رو فقط از نظر اقتصادی بررسی میکنن، در صورتی که به نظر من اون چیزی که در یونان شکل گرفته امروزه یک بحران سیاسی، اهداف سیاسی مشخصی رو هم باید به دنبال داشته باشه و این اون عواملیه که به نظر من باید مشخص بشه. یعنی وقتی که ما به سریزا برخورد میکنیم، سریزا مجموعه ای از نیروهاست، مجموعه ای از این نیروها از یک طیف برخوردار هستن، این طیف یک بخشای چپی دارن، یک بخشای راستی دارن. ما تحلیل خودمون رو بر اساس واقعیت مطرح میکنیم، تحلیل خودمون رو نه بر اساس توانایی های اینا. یعنی وقتی که من میگم سریزا هیچ تحلیلی، تحلیل مشخصی از تروپیکا نداد، یعنی یک تحلیل طبقاتی از تروپیکا نداد، چرا که این رو به عنوان یک دلیل ازش استفاده میکنم که این جریان اصولا این کاره نیست. مسئله اینه وقتی که این کاره نیست، آیا تمام جریانات درون تروپیکا به این مسئله معتقدن؟ نه، یه عدهشون معتقد بودن که تروپیکا باید این مسئله رو به عنوان امر شناخت مطرح بکنه. یعنی وقتی این رو مطرح نمیکنه، طبیعتاً اون خصلت رو نداره. یعنی تمام حرف من اینه که مسئله این نیست که تروپیکا رو رد بکنیم اخلاقی یا قبول بکنیم یا رد بکنیم. به نظر من مسئله اینه که روشن شدن این جریانیه که امروز شکل گرفته و تأثیرات سیاسی که این جریان میتونه بذاره. این که آینده این رو بیشتر روشن‌تر میکنه خب طبیعتا مشخصه، ولی جریانات انقلابی در یک بحران در حال شکل‌گیریه که باید دیدگاه خودشون رو مشخص بکنن، دیدگاهشون رو از این روند مشخص بکنن. برای همینه که به نظر من مشخص کردن این شرایطی که شکل گرفته، خب این خب طبیعتا مثل یه دامینو افکت، یعنی وقتی که پیش شرط های یک جریانی وجود نداشته باشه، خب این جریان نمیتونه به اون چیزایی که حتی ادعا میکنه
من این رو بر اساس ادعاهایی که می کردن و در واقع پشت پا زدن به این ادعاهاشون در چارچوب یک رفرم بورژوازی بهش برخورد کردم. یعنی دقیقا با نه یک با یک دیدی که گویا این یک جریان انقلابی این کار رو نکرده. یعنی سریزا با شعار اینکه ما در مقابل این یورش حرمت انسانی ما رو زیر سوال برده قدرت سیاسی رو میگیره. یعنی ببینید چارچوب رو خودش تعیین میکنه، ولی در تحقق این چارچوب هم کوتاه میاد. یعنی حتی من این رو در چارچوب چیز بهش برخورد میکنم، چارچوب رفرم بورژوازی بهش برخورد میکنم، میگم این در واقع هر رفرمی هم نیاز به یک سری دیدگاه ها داره دیگه. دیدگاه ها یه افقی رو باید ترسیم بکنه، از نیروی اجتماعی استفاده بکنه تا بتونه اون رو تحقق بده. یعنی من میگم در همون حد این عمل انجام نشد. ولی این که آیا ما حق داریم این کار رو بکنیم یا نکنیم، من از من وقتی که برای یک تحلیل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ما یه مسئله ای رو بررسی میکنیم، اینا رو با یک فاکتای موجود، فاکت هایی که حداقل در سطح نوشته شده، در سطح گفته شده، در سطحی که میشه از عوامل دیگه ازش استفاده کرد، ازشون استفاده میکنیم. به همین دلیل به نظر من هر جریان سیاسی، هر کسی حق داره در رابطه با هر مسئله نظرگاه خودش رو بگه. این به قول معروف بیرون گود نشستن یا توی گود نشستن نیه. ولی زمانی که بخواد پیشبرد این امر مبارزه رو با تاکتیک‌های مشخص مطرح بکنه، خب طبیعتاً اگه توی جریان عمل مبارزه نباشه نمیتونه این کار بکنه. ولی تحلیل کردن از شرایط، خب این رو همه که هر کسی میتونه بکنه. یعنی این تحلیل کردن از شرایط لزوماً وجود انسان رو توی اون جامعه به طور فیزیکی ضرورتش رو به نظر من یعنی تعیین نمیکنه. برای همینه که امروزه ما در رابطه با هر جریان سیاسی، هر جریانی که نشأت میگیره از نظر دیدگاه، دیدگاهی که جهان سرمایه‌داری هست، دیدگاهی که در واقع این روابط رو در کلیت خودش تعیین میکنه، خب میتونه به نظر مشخص داشته، میتونه درست باشه، میتونه غلط باشه، ولی به هر حال میتونه کمک بکنه به روند تکوین این، یعنی این برخورد این نظرهاست که میتونه کمک کننده باشه. پس مسئله ای که به نظر من مهم هست امروزه بحث اینه که این واقعیت رو، واقعیتی که وجود داره رو ما به صورت علمی چگونه بررسی میکنیم. یعنی این واقعیت رو، عواملش رو از نظر یک تحلیل جامع چگونه بررسی میکنیم، این رو در واقع در واقعیت غرق میشیم یا این واقعیت رو میشکافیم و عواملی که این رو شکل داده، عواملی که توی این پروسه شکل گرفته، اینا رو بیشتر روشن میکنیم و چشماندازهای آیندهش رو هم مشخص میکنیم. این که تحقق اینا به چه صورت هست، آیا نیروی لازم برای تحقق اینا وجود داره یا نداره، به نظر من اون یه امر دیگه‌ایه. یعنی یک امریه که در واقع عوامل تاکتیکی رو مشخص میکنه. ولی اون چیزی که امروزه به نظر من به عنوان یک نقطه گرهگاهی وجود داره، امر استراتژیه. یعنی استراتژی انقلابیه. یعنی وقتی که جریانات سیاسی عمدتاً این رو به عنوان یک نمونه بارز معرفی میکنن و مطرح میکنن که ما باید از اینها الهام بگیریم، این شکل از سازماندهی رو به پیش ببریم، به نظر من این واقعا نمیتونه به جنبش انقلابی کمک بکنه. یعنی با درک مشخصی که از این جریان ما داریم، ولی این که به هر حال درون این جمع ما به عنوان یک ساختار که بهش نگاه میکنیم، عمدتاً با نگاه های چپ، جریانات چپی که در درون مثل هر جنبش اجتماعی دیگه ای که وجود داره، این جنبش های اجتماعی طبیعتاً طیف های مختلف رو با اهداف مختلف درش درونش میبینیم دیگه، نقش ما تقویت جریانات چپ درون این
ساختار هاست. اینا را از چه طریق میتونیم بکنیم؟ با حمایتی که از اینا داریم میکنیم. به نظر من ببینید وقتی که ما رفقا صحبت از این میکنن که امکان انقلاب مثلا وجود نداره اینا، به نظر من هیچ آدم دیوانه ای نمیگه امروزه در اروپا انقلاب میشه، امروزه در ایران انقلاب میشه، انقلاب به مفهوم یک انقلاب اجتماعی. ولی اینکه در جهت این هم حرکت نکنیم خودش در واقع یک موزل دیگه است. اینکه از چه، از حداقل امکانات استفاده نکنیم در رابطه با تحلیلمون، در رابطه با برخوردمون به مسائل، در کوچکترین تأثیری در رابطه با تغییر این واقعیت نذاریم. یعنی وقتی صحبت از تغییر واقعیت میکنیم، تغییر واقعیت کسب قدرت سیاسی فردا نیست، تغییر واقعیت در واقع شناخت این واقعیته. شناخت این واقعیت هم مراحل مختلفی داره. به نظر من این مسئله است که مهمه که چگونه ما به این مسئله برخورد بکنیم. اینکه تا چه اندازه میتونیم تاثیرگذار باشیم، میتونم تاثیرگذار نباشیم روی این مسئله، ولی چگونه ما میتونیم این واقعیت رو بشناسیم. شناخت واقعیت در واقع اولین پله تغییر این واقعیت. به نظر من این شناخت این واقعیت امروزه وجود نداره. این شناخت این واقعیت امروزه به عنوان یک جریان اجتماعی وجود نداره و تا این شکل نگیره خب طبیعتا هیچی تغییر نمیکنه. با تشکر.